نه به استبداد، نه به صلح جهانی، من فقط میخوام به مردم ایران بگم یه روزی من مادر فکر نمی‌کردم بچه‌مو از دست بدم، اینجوری بچه‌مو از دست بدم. حتی به ذهنم نمی‌رسید که رضای 19 سالمو بیگناه کنار خیابون تو خاک خودم بکشم. من از مردم میخوام که رأی ندن، چون یه روزی هم بچه‌های اونا به این سرنوشت دچار میشن. یه روزی اونا هم مثل من مادر داغ بچه‌هاشو می‌بینن. من خدا نکنه هیچ پدر و مادری داغ بچه‌شو ببینه. ولی تو رو خدا رأی ندید. رأی دادن فقط آینده بچه‌هاتون رو خراب می‌کنه. فقط زندگی بچه‌هاتون رو می‌گیرید. من ازتون خواهش می‌کنم رأی ندید. به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر بچه‌های بی‌گناه ما که بی‌گناه کشته شدن، که خون پاکشون هنوزم رو زمین است. الان یک سال و نیمه داره می‌گذره و هر روز این خون پررنگ‌تر میشه و داغ دل ما تازه‌تر میشه. به خاطر جوانای ما، به خاطر جوانای خودتون، به خاطر آینده جواناتون رأی ندید. خواهش میکنم رأی ندید. شاید رأی بدید سر آزموده. آزموده را آزمودن خطا. 40 سال آزمودیم. آیا قرار دوباره در این امتحان شرکت کنیم؟ امتحانی که میدونیم نتیجهش چیه؟ هرگز. واقعا چی فکر میکنید؟ اگر قرار بود رأی ما چیزی رو درست کنه تو این 40 سال اتفاق نیفتاد، که نیفتاد. 40 سال منجر شد به کشتار دست جمعی بچه های آقا، بهترین جوان های خربن، بهترین سرمایه های این بهترین ها رو بردن، هر کدوم بهترین های ما رو پرپر کردن بدون اینکه گلهای ما گناهی گناهی مرتکب نشده بودن، فقط گناهشون که عطرشون رو پراکندن و اینکه بزرگترین سرمایه یک کشور جوانای اون کشوره. چجوری دلشون اومد؟ گناه کسانی که پای صندوق برن کمتر از گناه اونایی نیست که با ما این کارو کردن، کمتر از اون نیست. ما اصلا نمیبخشیم، نه تنها قاتلای بچه‌مون و آمران و عاملان قتل بچه‌مون. اگر کسانی از هموطنانمون پای صندوق برن تو این انتخابات شرکت کنن، یعنی هم اندازه همونایی که بچه‌هامون رو کشتن جنایت کردن، خیانت کردن، جنایت کردن. یعنی گناهشون کمتر از قاتل بچه‌های ما نیست. بعد اون کسایی کمتر می‌کنن در برابر ظلم.